درباره همین گرد همایی که ما الان تصاویرش رو دیدیم و برای ما ارسال شده کمی توضیح بدید، چه جزئیاتی داره و خواسته معترضان چیه؟ بالاخره این اعتراض در رابطه با اجرایی شدن یک طرح به نام سیپاد هست که این طرح در 14 آبان ماه 93 در سند با موضوع روانسازی تامین سوخت مورد نیاز ناوگان حمل و نقل بار و مسافر به تصویب هیئت دولت رسید. سال 97 ابلاغ شد. بر اساس این سند مقرر شده که سوخت هر ناوگان بر اساس پیمایشش تعلق بگیره، یعنی دستگاهی دارن به نام همین سیپاد که بر اساس کیلومتری که هر ناوگان حرکت کرده به اون سوخت میدن. یک بیس یا در واقع حداقل مشخص شده، مثلا برای مینیبوس ها 100 لیتر روزانه و برای اتوبوس 300 لیتر. حالا مسئله این هست که در طول سالهای گذشته توجیه هم که وجود داره این هست که برای جلوگیری از قاچاق سوخت هست، در صورتی که خب ما میبینیم که بحث قاچاق سوخت الزاماً فقط از طریق حالا شهروندان یا ناوگان‌های شخصی نیست. در 8 اسفند 599 آقای مولوی عبدالحمید به صراحت گفتند که مسئله قاچاق سوخت یک بحث برای دور زدن تحریم‌ها برای دولت هست و تو ایشون گفتن که با من تماس گرفتن و گفتن تضمینی باشن برای اینکه پولی که از قاچاق سوخت به خارج می رود باید برگشت داده بشه. در بهمن 99 هم آقای محمد حبیبی دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق سوخت و کالا اعلام کردند که مثلا در استان سیستان و بلوچستان فقط 15% از سوخت قاچاق شده از داخل استان هست و 85% از مواد ورودی از بقیه استان‌ها وارد سیستان و بلوچستان می‌شود که اینها با حمایت و تشکیلاتی هست. خب به زبان دیگر این یک مسئله است که بیشتر بین دولت و سپاه پاسداران بود. نزاع بسیار زیادی هم خصوصا در دولت روحانی و سپاه پاسداران بود در رابطه با اینکه قاچاق سوخت رو در دست خودشون بگیرن و از این پول بادآورده بتونن استفاده بکنن. پیش بینی میشه نزدیک به 9 میلیون لیتر سوخت روزانه فقط از سیستان و بلوچستان قاچاق میشه که رقم‌های بین حالا با توجه به تغییر قیمت ارز بین 300 میلیارد تا 800 میلیارد تومان روزانه درآمد هست که خب طبیعتاً امکان این که مثلا فقط شهروندان بخوان از این مسئله استفاده کنن وجود نداره. خب با این وجود چرا حکومت به اجرای این طرح اصرار داشته؟ ببینید خب به هر حال یک طرحی هست که دولت در طول سالهای گذشته نسبت به بحث یا تفاوت سوخت در داخل و خارج کشور انتقادهای زیادی شده و حالا کارهایی هم انجام دادن. فی نفسه این طرح در یک سیستم کارآمد الزاماً طرح بدی نیست، کمایی که در برخی از کشورهای دیگه هم اجرا میشه، اما مسئله این هست که کارآمد سیستم بسیار مهم هست. در جمهوری اسلامی متاسفانه به دلیل وجود مافیاها و برحال گروه‌هایی که هستند که با آنهای مثل دور زدن تحریم‌ها و مافیاهای دیگه به راحتی میتونن از مواد غیر قانونی این طرح‌ها رو دور بزنن و سوء استفاده بکنن از این طرح‌ها. سپاسگزارم از توضیحات شما. مهدی نخل احمدی،